وزیر نفت ایران میگوید برای حفظ محیط زیست تمام لوله ها در این منطقه از نفت خالی شده. بعضی شایعات بوده که ما جلوگیری کردیم و نفت از اینکه آب وارد هور بشه به خاطر اینکه تأسیسات ما حفظ بشه، ما آب رو هدایت کردیم به مزارع و شهرهای منطقه دشت آزادگان. این رو هم دیگه قبلا هم من گفتم یه دروغ بزرگه. الان فیلم هایی که گرفته شده و هر کس هم بخواد میتونه بازدید بکنه، تقریبا تمام تأسیسات نفتی ما اونجا در آب هست و جز یک محدوده های خیلی کوچک 150 متر مربعی که چاه درش هست یا دکل داره کار میکنه، همه بقیه دور تا دور اونها در محاصره آب هستن. در حال حاضر از 5 مخزن تالاب هورالعظیم، 5مین مخزن هنوز به طور کامل آبگیری نشده. این مخزن همان مخزنی است که تأسیسات نفتی در آن قرار دارد. 1/3 تالاب هورالعظیم در ایران قرار دارد و به دلیل بالا آمدن آب رودخانه کرخه بخش بزرگی از آن آبگیری شده است. مدیر عامل سد و نیروگاه کرخه از کاهش آب خروجی این سد خبر داده. خروجی آب سد دز هم نسبت به دیروز 150 متر مکعب بر ثانیه کاهش داشته، اما حجم رودخانه های کرخه، کارون و دز همچنان بالاست و جاده کمربندی غرب اهواز همچنان مسدود است. در لرستان هنوز حجم گلولایی که در خانه ها و مدارس است زیاد است و زندگی به حالت عادی باز نگشته. در گلستان اما مسئولان میگویند آب فروکش کرده. در حال حاضر تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر با توجه به فروکش آب در خیابان ها در حال تخلیه آب از منازل هستند. در ایلام اما شهروندی از روستای چمشیر به بی بی سی فارسی میگوید هیچ کس به وضعیت مردم رسیدگی نکرده است. اینجا روستای چمشیر شهرستان سیروان استان ایلام در محاصره کامل آب قرار گرفته و متاسفانه هیچ کی به فکر این مردم نیست و به داد این مردم نمیرسه. نه سرویس بهداشتی، نه راه ارتباطی جاده، نه نت، نه برق، هیچی. حتی اومدن کنترل برقاشون رو قطع کردن بردن. خدا سر شاده، نه قایق، هیچی ندارن. کلا یه قایق محلیه، نه مواد خوراکی بهداشتی، هیچی. همینجوری بلا تکلیف هم، ولی خبرهای دروغی پخش کردن که اسکان دادیم کاملا دروغ محضه. با اینکه حدود 3 هفته است بیشتر مناطق ایران با بارش شدید و سیل دست و پنجه نرم می کنند، به نظر می رسد این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد. سازمان هواشناسی پیشبینی کرده که در 10 استان ایران بارش شدید باران تا روز 1 شنبه ادامه داشته باشد و احتمال آب گرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در جنوب، جنوب شرق، بخشهایی از شمال شرق و شرق ایران دور از انتظار نخواهد بود. فرین عاصمی، بی بی سی.